سرخط خبرها. بزرگترین بحران سیاسی بریتانیا در هفت دهه اخیر، آمادگی اتحادیه اروپا برای برگزیت بدون توافق. امشب نمایندگان محافظه‌کار پارلمان به ماندن یا رفتن ترزا می رأی می‌دهند. تا چند ساعت دیگر همحزبی‌های ترزا می اینجا در مجلس رهبری او را به رأی می‌گذارند. جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره نحوه اجرای مفاد قطعنامه 2231. آمریکا میگوید ایران با انتقال اجزای موشک به یمن این قطعنامه را نقض کرده. وثیقه 10 میلیون دلاری برای آزادی مدیر مالی شرکت هواوی در کانادا. ترامپ میگوید به خاطر منافع کشورش آماده پادرمیانی است. و دختر 19 ساله‌ای که می‌خواهد راه را برای ورزش زنان سیاه‌پوست هموار کند. سلام، عصر شما بخیر. حزب محافظه‌کار بریتانیا امشب ادامه رهبری ترزا می را به رأی می‌گذارد. این رأی‌گیری قرار است حدود 5 ساعت دیگر آغاز شود. در واکنش به این تصمیم، خانم می گفته که با تمام قوا برای ماندن مبارزه خواهد کرد. در صورتی که خانم می نتواند رأی اعتماد نمایندگان حزبش را به دست آورد، از سمت رهبری حزب کنار گذاشته خواهد شد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. صبح امروز لندنی ها در حالی به سر کار رفتن که کشور در بزرگترین بحران سیاسیش فرو رفته است. این دومین بار در تاریخ است که نمایندگان حزب حاکم در پارلمان مشتهایشان را علیه رهبر خودشان گره می کنند. ساعت 7:30 صبح خبر آمد که 48 نفر حداقل مورد نیاز نمایندگان حزب محافظه‌کار رأی عدم اعتماد به نخست وزیر را در دستور کار قرار دادند برای رأی گیری دیرتر امروز. این اطلاعیه کمیته مخصوص پارلمان که خبر از اقدام بیش از 15% از نمایندگان مجلس از حزب محافظه‌کار می‌دهد. در اینجا گفته شده که رأی‌گیری در میان نمایندگان و پارلمان از حزب محافظه‌کار ساعت 6 بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد. یک ساعت بعد ترزا می در مقابل مقر نخست وزیری در داونینگ استریت که میگوید با تمام آنچه که در چند تا قدرت دارد در مقابل این رأی‌گیری می‌ایستد. تغییر رهبری در حزب محافظه‌کار آن هم در این زمان برای آینده کشور مخاطره آمیز خواهد بود. ایجاد بی‌ثباتی در زمانی که به نفع ما نیست. انتخابات برای رهبری ممکن است موجب شود کنترل مذاکرات برگزیت به دست اعضای حزب مخالف بیفتد. رهبر جدید وقت نخواهد داشت که در مورد توافق خروج از اتحادیه اروپا مذاکره کند و لایحه جدید را تا پیش از 29 مارس به پارلمان ارائه دهد. و این در پارلمان در مقابل نمایندگانی که خواهان رفتن او هستند. او میگوید انتخابات دیگر در این کشور در این مقطع در راستای منافع بریتانیا است. و این رهبر حزب مخالف، حزب کارگر، جرمی کوربین که دستش را رو نکرده هنوز. او میگوید تصمیم نخست وزیر به پایان دادن بحث ها در پارلمان نخست وزیر را در مقابل اراده پارلمان قرار داده است. در بیرون در خیابان امسال کریسمس شکل دیگری دارد. ابهام بزرگ در نحوه اداره کشور و شخص اداره کننده آن. این مرد میگوید شاید هدیه کریسمسی رو که استحقاقش رو داریم بگیریم. و این یکی میگوید اگر رأی اعتماد به یک رفراندوم دوم آرای مردم منجر شود من خوشحال خواهم بود. و این مرد میگوید فکر نمی‌کند خانم می دیگر کسی باشد که بتواند کشور را از اتحادیه اروپا خارج کند یا حتی در آن نگه دارد. این بحران بزرگ درست هنگامی که بریتانیا در مقابل بزرگترین تصمیم تاریخش از هنگام جنگ دوم قرار دارد، ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا. کسری نجی، بی بی سی.
بهرنگ تاجرین خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا به ما پیوست. بهرنگ، بسیاری از نمایندگان حزب کارگر از الان موضعشون رو مشخص کردند. خانم می بیش از 158 رای لازم داره برای موندن. به نظر میاد که آیا رای بیاره؟ رنا، اگر که به حرفایی که به صورت عمومی اعلام شده نگاه کنیم و فرض کنیم همه آدم ها صادقن، بله، چون تا الان بیشتر از 158 نفر از حدود 315 نماینده محافظه‌کار مجلس اعلام کردن که در رأی‌گیری امشب به ترزا می رأی اعتماد میدن دوباره. ولی نکته اینجاست که رأی‌گیری به صورت مخفیه و یه نفر کاملا ممکنه که در عموم اعلام کنه که به ترزا می رأی اعتماد میده، ولی وقتی کار به نوشتن برگه رأی برسه رأی عدم اعتماد بده. در نتیجه قطعی نیست، ولی به احتمال زیاد به نظر میاد که ترزا می از این رأی‌گیری هم جان سالم به در میبره. تنها نکته‌ای که هست اینه، سال 1990 وقتی که مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا بود، یه رأی‌گیری شبیه به این در داخل حزب محافظه‌کار در موردش انجام شد و خانم تاچر تو اون رأی‌گیری بیشتر از نصف به علاوه یک آرا رو به دست آورد و قرار بود رهبر بمونه. ولی چند روز بعد چون احساس کرد جایگاهش به عنوان رهبر حزب تضعیف شده، تصمیم به استعفا گرفت. خانم می نشون داده که آدم بسیار سخت کوش و ثابت قدمیه و ممکنه همون راه رو نره، ولی امکان اونم هست. با توجه به اینکه حزب محافظه‌کار در مجلس اکثریت قوی نداره و با توجه به این مخالفت‌ها در داخل خود حزب با برنامه‌های خانم می، آیا امیدی هست که او بتونه در فرصت تعیین شده برگزیت رو به جایی برسونه؟ ببین، حزب محافظه‌کار نه تنها اکثر کرسی‌های مجلس رو در اختیار نداره، که کمتر از نصف رو هم در اختیار داره. با حمایت حزب DUP، حزب ایرلند شمالی که فقط 10 تا نماینده داره، با حمایت اونهاست که تونسته دولت تشکیل بده و اصطلاحاً دولت اقلیت تشکیل داده. ولی نکته اینجاست که در بین کل نماینده های مجلس به نظر می اومد، حداقل تا دو سه روز پیش که هنوز قرار بود رأی‌گیری درباره توافقنامه خروج انجام بشه، به نظر می اومد چیزی بیشتر از 400 نفر از 650 نماینده مجلس هر کدوم به دلیلی با این توافقی که به دست اومده مخالفن. مسئله اینجاست که اگر هم که خانم می دوباره بتونه رأی اعتماد بگیره، به نظر نمیاد که اون مسئله تغییری کرده باشه. یعنی هنوز یه عده در جناح راست معتقدن که این توافقنامه بیش از حد بریتانیا رو وابسته و پیرو و نزدیک به اتحادیه اروپا نگه میداره و به این خاطر باهاش مخالفن. یه عده در شاید جناح چپ سیاست در بریتانیا معتقدن که این توافق صدمه میزنه به اقتصاد بریتانیا و مخالفن. این که خانم می دوباره بتونه رأی اعتماد بگیره از نماینده های حزبش، این تغییر ایجاد نمیکنه. نکته مهم اینه که خانم می پارسال، بهار پارسال که انتخابات زودرس پارلمانی برگزار کرد، شعارش این بود که یک رهبری قوی و باثبات برای بریتانیا به ارمغان میاره. چیزی که ما الان میبینیم نه قویه و نه باثبات. متشکرم بهرنگ تاجدین، خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا. شرکت ملی نفت چین در پی فشارهای آمریکا سرمایه‌گذاری در پروژه پارس جنوبی را متوقف کرد. این تصمیم پس از چند دور مذاکره بین آمریکا و چین گرفته شده. پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی در جهان است و توقف سرمایه‌گذاری چین موجب تضعیف تلاش‌های تهران برای تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خواهد شد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از حضور جعفر پناهی، کارگردان سینما، در جمع کارگران شرکت فولاد اهواز منتشر شده. کارگران این شرکت هفته هاست در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در اعتصابند. رایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، گفته این کشور لغو اجازه اقامت بستگان مقامات ارشاد جمهوری اسلامی در خاک آمریکا را بررسی می‌کند.
آقای هوک در ویدیویی که در حساب توییتر این نهاد منتشر شده در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت ویزای بستگان مقام‌های ایران که در آمریکا زندگی می‌کنند گفته زندگی و تحصیل بعضی از فرزندان مقام‌های ایران در آمریکا نمونه بارز ریاکاری است. گفته آمریکا از همه گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن ایران برای تغییر رفتار استفاده خواهد کرد. برنامه هشتگ شما هم به بررسی موضوع احتمال لغو اقامت بستگان مقام‌های ایرانی در آمریکا می‌پردازد. امروز از شما می‌پرسیم آیا مطرح شدن چنین موضوعی رو معقول و قانونی می‌دونید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshoma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. تا ساعت دیگر شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای را برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 برگزار می کند. این قطعنامه 3.5 سال پیش برای رسمیت دادن به توافق هسته‌ای تصویب شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است ریاست این جلسه را بر عهده بگیرد. دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در شورای امنیت خوانده خواهد شد در مورد نحوه اجرای قطعنامه 2231 ابراز خوشنودی کرده و گفته از اینکه ایران با وجود فشارهای ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به آن پایبند مانده استقبال می‌کند. بهمن کلباسی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. بهمن، دبیر کل سازمان ملل در گزارشش قرار چه چیزهای دیگه ای بگه؟ اون چیزی که منتشر شده یه بخشش مربوط به این است که دبیر کل در مورد این قطعنامه و توافق هسته‌ای حرف میزنه، تاکید میکنه که یک دستاورد بزرگ بین المللی و دیپلماسی بوده و نشون میده که چند جانبه‌گری بین المللی نتیجه میده و تاکید هم کرده که باز هم باید سعی کرد و اطمینان پیدا کرد که این توافق همچنان میمانه به خاطر اینکه موفق بوده و همچنین از ایران هم به خاطر اینکه علارغم فشارهایی که و چالشهایی که باش روبرو شده بعد از خروج آمریکا از برجام همچنان بهش پایبند مانده تشکر کرده، استقبال کرده از اینکه ایران همچنان در این توافق مونده. و بخش دیگریش هم مربوط به اتهاماتی است که به ایران وارده در مورد اینکه بخشهایی از این توافق رو نقض کرده، مثلا مخصوصا در مورد برنامه موشکی ایران و موشکهایی که از یمن به عربستان پرتاب میشن. کشورهای مختلف، البته 4 کشور در اینجا آمده، عربستان، امارات، اسرائیل و آمریکا، به دبیر کل سازمان ملل گزارش‌های مختلفی دادن در مورد اینکه ایران این قطعنامه رو نقض کرده و موارد متعددی وجود داره از جمله مثلا وارد کردن وسایل و تجهیزاتی که این کشورها میگن ممکنه استفاده‌ای داشته باشه در اقلام و به خصوص صنایع نظامی ایران که این قطعنامه بخششین رو ممنوع دونسته. ولی در همین گزارش دبیر کل گفته که مثلا ما بررسی کردیم فلان وارداتی که ایران کرده، خریدی که از فلان شرکت کرده و امارات شکایت کرده بوده که نقض قطعنامه بوده درست نیست، این اون اقلامی که وارد شده استفاده که امارات گفته بوده رو نداره. ولی در موارد دیگه مثلا گفته است که بله اون آنچه که در عربستان پیدا شده، لاشه های موشک ها شبیه موشک قیام یک ایران هست، ولی نمیتونیم بگیم که آیا قبل از تصویب این قطعنامه یا بعد از تصویب این قطعنامه به یمن منتقل شده. همچنین در مورد سلاح های ضد موشک این رو گفته. در نتیجه یک مجموعه گزارشی است که در عین تاکید بر اهمیت برجام یکی یکی پرداخته به این که چقدر ایران نقض کرده قطعنامه رو و چه کارهایی باید بشه که این قطعنامه همچنان و اونچه که درش رسمیت پیدا کرده این برجام همچنان پابرجا بمونه. شرکت وزیر خارجه آمریکا در این جلسه چه پیامی داره؟ پیامش این است که میخوان اون قسمت هایی که از دید اونها نقض برجام هست در گزارش دبیر کل و اطلاعاتی که خودشون دارن و مدعی ان که ایران نقض کرده رو برجسته بکنن، چون معمولا این جلسات به خصوص وقتی که خارج از دوران نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست رو سفرا اداره میکنند، کمتر هست که وزیر خارجه شخصا بیاد، به خصوص که وزرای خارجه دیگری حضور ندارن. به همین جهت به نظر میاد که آقای پومپئو با حضورش بخواد به این جلسه یه مقداری توجه بیشتری رو بهش جلب بکنه و بعدم تاکید بکنه بر اونچه که آمریکایی‌ها مکرر میگن نقض قطعنامه بوده از سوی ایران، به خصوص وقتی به برنامه موشکی ایران مربوط میشه. متشکرم بهمن کلباسی، خبرنگار ما از نیویورک. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. تا ساعتی دیگر نمایندگان حزب محافظه‌کار بریتانیا در مورد عدم اعتماد به ترزا می رهبر حزب و نخست وزیر بریتانیا رأی‌گیری می‌کنند. به دنبال تایید آزمایش موشکی تازه ایران، شورای امنیت سازمان ملل نحوه اجرای قطعنامه 2231 را بررسی می‌کند. در ادامه برنامه
دختر 19 ساله‌ای که می‌خواهد راه را برای کشتیگیران زن سیاه‌پوست هموار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته حاضر است برای تسهیل روابط تجاری با چین در پرونده منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت چینی واوی دخالت کند. منگ وانژو 13 روز پیش در ونکوور کانادا به درخواست آمریکا بازداشت شد. دادگاه او را با وثیقه 10 میلیون دلاری آزاد کرد، اما حق ندارد کشور را ترک کند. دادستان‌های آمریکا خانم منگ را متهم کردند که از طریق شرکت‌های سوری تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده. دیروز چین هم یک دیپلمات پیشین کانادا را بازداشت کرد. جیار گل با جزئیات بیشتر. افزایش تنش بین آمریکا و چین، کانادا هم بین این دو قدرت اقتصادی جهان گیر کرده. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا، جایی که دختر مؤسس حقوق مخابراتی چین چند بار در مقابل قاضی ظاهر شده است. دیروز این دادگاه منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت چینی هواوی را با قرار وثیقه 10 میلیون دلاری آزاد کرد. اما خانم منگ 24 ساله تحت نظر است و باید پابند الکترونیکی داشته باشد. او تا زمان تعیین تکلیف استرداد او به آمریکا حق ترک کانادا را ندارد. دادستان‌های آمریکا خانم منگ را متهم کردند که با تأسیس شرکت‌های سوری سال‌ها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده و قطعات مخابراتی به ایران فروخته است. در حالی که پیشتر مقام‌های آمریکایی گفته بودند حکم جلب او ربطی به تنش تجاری بین آمریکا و چین ندارد، دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته اگر به قرارداد تجاری با چین کمک کند، آماده است در پرونده مدیر ارشد مالی شرکت هواوی که در دادگستری این کشور در جریان است دخالت کند. او گفته هرچه به نفع آمریکا باشد انجام خواهد داد. شرکت هواوی بعد از موافقت قاضی کانادایی با قرار وثیقه در بیانیه ابراز امیدواری کرده که دستگاه قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه عادلانه برسند. اما دیروز با دستگیری مایکل کورک، دیپلمات سابق کانادایی در چین، تنش بین کانادا و چین وارد مرحله تازه‌ای شده است. آقای کورک برای گروه بین‌المللی بحران کار می‌کند و چین می‌گوید دستگیری او به خاطر ثبت نشدن این سازمان در چین است. اگر فرد بازداشت شده برای گروه بین‌المللی بحران کار می‌کند، فکر می‌کنم این شخص قوانین چین را نقض کرده است. بسیاری می‌گویند چین برای اعمال فشار به کانادا این دیپلمات پیشین را بازداشت کرده. آمریکا هم از این دستگیری ابراز نگرانی کرد. ما از چین می‌خواهیم به بازداشت‌های غیرقانونی پایان دهد، به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود درباره آزادی و حق کنسولی همه افراد احترام بگذارد. هواوی یک شرکت استراتژیک چینی در دنیای پیشرفته مخابرات است. برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا به خاطر نگرانی‌های امنیتی بعضی از خدمات این شرکت را ممنوع کردند. این کشورها نگرانند این شرکت اطلاعات محرمانه آنها را به دولت چین بدهد. جیارگول، بی بی سی. چند خبر کوتاه. ترکیه قصد دارد در چند روز آینده عملیاتی علیه نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا در شمال سوریه انجام دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور گفته هدف این عملیات به گفته او تروریست هایی هستند که در شرق رود فرات مستقرند و سربازان آمریکایی هدف نخواهند بود. ترکیه یگانهای مدافع خلق یپگه را زیر مجموعه حزب کارگران کردستان پیکه می‌داند و آنها را تروریست می‌خواند. پاکستان تصمیم آمریکا را در مورد قرار دادن نام این کشور در فهرست کشورهایی که آزادی مذهبی را زیر پا می‌گذارند محکوم کرده. وزارت خارجه پاکستان این اقدام را جانبدارانه و با انگیزه‌های سیاسی توصیف کرده. فعالان حقوق بشر سال‌هاست که در مورد نحوه برخورد با اقلیت‌های مذهبی در پاکستان هشدار می‌دهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که درباره یک مکانیزم جدید شمارش آرای انتخابات پارلمانی کابل با کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی به توافق رسیده. یک هفته پیش کمیسیون رسیدگی به شکایات نتایج انتخابات پارلمانی در ولایت کابل را به دلیل آنچه تقلب‌ها و جرائم انتخاباتی گسترده خواند باطل اعلام کرد.
عملیات جستجو و تعقیب مهاجم مسلحی که دیشب در نزدیکی بازار کریسمس شهر استراسبورگ در فرانسه به طرف مردم تیراندازی کرد ادامه دارد. به گفته پلیس در حادثه دیشب 3 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند که حال 8 نفرشان وخیم است. پلیس فرانسه میگوید نام مظنون شریف شوکات است. او 29 سال دارد و به عنوان یک تهدید بالقوه تروریستی برای دستگاه‌های امنیتی شناخته شده بوده. به گفته مقام‌های امنیتی فرانسه، فرد مهاجم در تبادل آتش با نیروهای امنیتی زخمی شده. ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. آقای ادیب‌زاده، اولین بار نیست که فرانسه هدف حملات اینچنینی قرار می‌گیره. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی می‌شناختند این فرد رو، بارها باهاش بازجویی کرده بودند. چه شد که موفق شد چنین عملیاتی رو انجام بده؟ ببینید، با همین جمله‌ای که شما گفتید اولین بار نیست، همین امروز یک نماینده پارلمان اروپا که البته قبلا وزیر کشور بوده و به حال یه آدم امنیتی بوده، اعلام کرد که در همین 2-3 سال اخیر 30 بار عملیات تروریستی در فرانسه انجام شده و به این جهت این مسئله خیلی مهمه. این یک شوک بزرگ بود هم برای اهالی این مادر شهر استراسبورگ که میدونید در اونجا پارلمان اروپا هست، نمایندگان 28 کشور اروپایی در اونجا مقیم هستند در این پارلمان. اتفاقا زمانی که این اتفاق میفته نماینده اتریش میاد و اعلام میکنه که باید خیلی زود اینجا رو ترک کنید چون مسئله امنیتی هست، تیراندازی شده. به هر حال فردای این برنامه تروریستی شریف که 29 سال داره، متولد استراسبورگ هست، از 7 سال پیش به حال عملیاتی انجام داده در آلمان، در فرانسه، حتی در سوئیس. عملیاتش بیشتر دزدی و دزدی‌های مسلحانه بوده. در همون روزی که اتفاقاً این اتفاقات میفته، صبح ساعت 6 صبح ژاندارم‌ها میرن به در خانه اون برای یک پرونده در واقع دزدی اخیرش که مسلحانه بوده دستگیرش بکنن. او موفق میشه به فرار و بعد هم ساعت 8 شب در این بازار کریسمس که معمولاً 2 میلیون نفر هر سال میان در از اینجا بازدید میکنن چون یک بازار خیلی معروفیه، به علاوه در مرکز تاریخی شهر استراسبورگ است. میدونید همونطور که گفتم شهر استراسبورگ در واقع میشه گفت یک شهر بین المللیه، خیلی فاصله نزدیک، یعنی در مرز آلمان هست. اتفاقا تصاویر زندش رو در حین گفتگو با شما میبینیم، ماشینای پلیس رو میبینیم که هنوز مستقر هستند نزدیک این بازارچه. بله، امروز تقریبا میشه گفت که شهر استراسبورگ که دچار شوک شده بود، تقریبا تعطیل مدارس، تعطیل سالن‌های ورزشی، محل‌های فرهنگی همه تعطیلن و البته اظهار امیدواری کردن که شاید در روزهای آینده زندگی دو مرتبه ادامه پیدا بکنه. آقای ادیب‌زاده، در خبرها داشتیم که احتمال میدن که آقای شوکات در زندان و زمانی که حبس بوده با افکار افراطی آشنا شده. این معضل جدیدیه، یعنی شما ادعی رو که معتقدید که به نظریات افراطی نزدیک هستن بگیرین بندازین در زندان، وقتی میان بیرون آدم‌های خطرناکی هستن. اروپا چه کار میتونه بکنه با چنین تهدیدی؟ واقعا این یه پرسش خیلی مهمی است الان، چون در فاصله شاید مثلا 4 یا 5 ساعت اگر تعداد این کسانی که فیش اس داشتن و به هر حال خطرناک شمرده می شدن بین 5 تا 10 هزار نفر بودن، الان شمار اونها بین 30 تا 50 هزار نفره. این یک خطر واقعا قابل لمس است برای کل اروپا. اما به هر حال این آقای شریف بعد از اینکه 3 جا تیراندازی میکنه و بعدم سوار یه تاکسی میشه، چون فقط تیراندازی نبوده، چند نفر رو هم با چاقویی که داشته میزنه که اتفاقا یکی از اونها توسط همین ضربه‌های چاقو کشته میشه، بعد تاکسی میگیره و به تاکسی میگه که همینطوری برو، یعنی آدرسی نداده. 10 دقیقه بعد در یه محل دیگه پیاده میشه، البته در اونجا هم تیراندازی میکنه. الان هلیکوپترها تمام اون مناطق رو در واقع تحت نظر دارن. اما این پرسشی که شما کردید، اینکه این دارندگان فیش اس فقط
اسلامیست ها نیستن، آدم هایی که در خشونت های مختلف شرکت کردن اونها هم دارای پرونده ی آدم های خطرناک هستن، اما 20% این دارندگان فیش اس همه اسلامیست ها هستن که به خصوص اونهایی که رفتن به عراق، رفتن به سوریه در سالهای گذشته و برگشتن به فرانسه، اینها هستن که مرتب دولت برای اونها به حال پرونده های خیلی سنگینی ساخته. متشکرم از شما، تشکر فراوان. ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. وقتی اسم کشتی کچ حرفه‌ای رو میشنوید احتمالاً تصویر یک آمریکایی با جثه بزرگ و خالکوبی شده به ذهنتون میرسه، اما کشتیگیرها در سراسر جهان هستند، از جمله در آفریقای جنوبی. بی بی سی با سیندی گولد، کشتیگیر 19 ساله اهل سووتو که در انجمن کشتی کچ آفریقا آموزش دیده، دیدار کرده. آرزوی سیندی اینه که زنان جوان سیاه‌پوست رو به ورزش کردن به ویژه کشتی کچ ترغیب کنه. وقتی کشتی میگیرم یه آدم دیگم. لحظه که وارد رینگ میشم سیندی گولد هستم. از هیچی نمیترسم. الان حدود 6 ماهه که کشتی میگیرم. من کشتی رو شروع کردم چون با دیدن مسابقات کشتی بزرگ شدم. عاشق کشتی شده بودم و به مادرم گفتم که میخوام کشتیگیر بشم و یه کشتیگیر خوب هم بشم. مادرم خیلی ترسید. فکر میکرد آسیب میبینم. فکر میکنم که دارم راه رو هموار میکنم چون زیاد زن کشتیگیر سیاه‌پوست نداریم. امیدوارم که در آینده بیشتر هم بشن. سیندی از نظر من دختر خاصیه. اون خودشو بارها ثابت کرده. حتما موفق میشه. قبل از مسابقات خیلی عصبی میشم. فکر میکنم که این عصبانیت هیچ وقت از بین نمیره. همیشه عاشق واکنش مردمم. حالا چه خوب چه بد. میخوام که واکنش نشون بدن و وقتی این کارو میکنن خوشحال میشم. پیام من به همه زنها اینه که رویاهاتون رو دنبال کنین. برین دنبال چیزی که دوست دارین. اگه ورزش رو دوست دارین برین دنبالش. عقب نشینین. انجامش بدین. خیلی حس فوق‌العاده‌ایه چون من اولین باره که برنده میشم. هدفم برای آینده اینه که بیشتر بجنگم. حالا یا میبرم یا میبازم، ولی بیشتر میجنگم تا بتونم قهرمان زنان بشم. این هدفمه. ایرج دانایی فرد، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، در 67 سالگی درگذشت. او اولین گل تاریخ ایران در جام جهانی را در سال 1978 مقابل اسکاتلند زد. آقای دانایی فرد که در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود به دلیل ایست قلبی درگذشت. ایرج دانایی فرد پسر علی دانایی فرد، اولین مربی تاریخ باشگاه استقلال یا تاج سابق بود. او سابقه حضور در تیم‌های تاج، عقاب و پاس را داشت و در سال 1980 هم به یک تیم آمریکایی پیوست. این بودیم بخش خبری. ممنون از همراهی شما.